شیوه آموزش دادن دین در جامعه ما دچار یک سلسله اشکالات اساسی است که غالبا این اشکالات در انواع سطوح آموزش دین خودش رو نشون میده. در شیوه رایج به ویژه برآمده از آموزه‌های حوزوی برای آموزش دین این گونه است که علم کلام غلبه داره. علم کلام میاد اثبات میکنه خدا هست، معاد هست، اصل عقاید رو برای انسان جا میندازه و معمولا میخواد نتیجه بگیره یه کسی که این گونه آموزش میده دین رو که چون خدا هست، چون فرموده است، تو باید تبعیت بکنی و الا دوزخ خواهی رفت. اگر به همین منوال باشه که من عرض کردم، طبیعتا رو خیلی ها اثر منفی میگذاره. جایگزینش این است که ما بیایم از نیاز انسان شروع کنیم. بگیم ای انسان، تو چه میخواهی؟ تو نیاز داری لذت ببری، تو نیاز داری عمیقا لذت ببری، تو نیاز داری عاشق بشی، تو نیاز داری عمیقا عاشق بشی، تو نیاز داری به معشوقت برسی، تو نیاز داری خوب و راحت و سریع به معشوق خودت و محبوب خودت برسی. ببین، از اینجا شروع کنیم آموزش دین رو، چه اشکال داره؟ اول آموزش دین که نباید گفت اصول دین چند تاست. اول آموزش دین باید گفت ای انسان، تو چه هستی؟ در روایات ما هم هست، فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. توضیح دادن دین رو از نیاز انسان شروع نمی کنیم، از وجود خدا شروع می کنیم. خیلی هم هستن که بیدار نمیشه حس احساس نیازشون به خدا. بعدش هم که خصوصا شما میخواید بهش بگی که این خدا هست، دستورم داده، جهنمم داره، گوش ندی میبرد جهنم، خب همش احساس میکنه زور داری میگی دیگه. دین آموزش دادی، اثر روانی طرز آموزش دین گریزی شده. ما چجوری واقعا باید سراغ دین بریم؟ از کجا باید آغاز کنیم؟ یکیشو عرض کردم، نیاز بشر. خب نیاز بشر رو چجوری پیدا کنیم؟ آیا انسان‌ها به همه نیازهای خودشون واقف هستن؟ یک، از همون نیازهایی که واقف هستن. دو، از نیازهایی که واقف نیستن. اول اون نیازها رو بیدار میکنیم. خب ببینن داره همین کار رو میکنیم. اگه این کار رو بکنیم دچار آسیبه‌های غربی‌ها هم نمیشیم. غربی ها چرا مقابله کردن با دین؟ دیدن دین نیازهاشون رو پاسخ نمیده، سکولاریزم باب شد در انواع سطوح زندگی و در انواع سطوح معرفتی. خب ما وقتی از نیازهای انسان شروع کنیم، غربی ها هم گوش میدن، باریکلا باریکلا، چه منو میبینی قبل از اینکه خدا رو ببینی؟ میگیم بله، خب بله، باید تو رو ببینیم دیگه، تو خودت آینه تمام نمای خدایی. فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، تو کتاب نوشته شده توحید در وجودت هست. کار انبیا یسیر لهم دفائن العقول دیگه، اینا میان دفائن عقول رو، دفینه های عقلی رو در میارن. دین چیزی از بیرون به بشر اضافه نمی کنه. انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی پیغمبر. اون انسان مخاطب تو همه چیز دارد. به خدا اونایی که تحت تأثیر اومانیست هستن خوششون میاد از این حرف. چه حرفای تازه میزنی؟ بله ادامه بده. اشکال دیگری که در آموزش‌های دینی ما عموماً وجود داره، اثبات می‌کنن خدا هست، توضیح نمی‌دهن خدا کیست. خب این خیلی بده. مثل این میمونه که یه جوونی
میخواد بره خواستگاری، ما ضرورت ازدواج رو براش جا بندازیم. میگه خب حالا مورد معرفی کن. میگه موردهای خوبی هم هستن کلن. میگه حالا من یه مورد پیدا کردم، اینو میشه برای من تحقیق کنی؟ میگه حالا تو این جزئیات من وارد نمیشم، تو کلن اصل ازدواج رو بپذیر. میگه بابا پذیرفتم، کشتی منو، خفه کردی منو، بسه، برو مورد برای من پیدا کن، بعد این مورد رو توضیح بده. من اصلا اصل ازدواج رو قبول نکردم. خوبه؟ یه مورد به من معرفی کن، دل منو ببره، من خودم اصل ازدواج رو برای خودم جا میندازم. تو اصول عقاید هی اثبات میکنه خدا هست. خب کشتی ما رو، بابا بگو خدا کیست، بگو خدا چیست، اوصاف خدا رو بیان کن. اون دیگه اگه کسی بیاد جلوش بگه خدا نیست، بخواد شک بندازه تو دلش، یا بگه خدا دوتاست یا ستا و نصفیه، یکی و نصفیه، او خودش باش درگیر میشه. از این خدایی که دوست داره، فطرتش بیدار شده، میگه منم یه هم چیزی رو دنبالش بودم، دفاع خواهد کرد. معاد رو اثبات میکنن ولی توضیح نمیدن اونجا چه خبره. لحیل حیوان، حیات اونجاست، زندگی اونجاست اصلش. شما آمار بگیرید، از همین جمعیت آمار بگیرید، تصور شما از بهشت چیه؟ من به شما عرض بکنم کاری کلماتورشو، یا آقا بهشت یه جای خوبیه، اولا یه طرف نهر شیره، یه طرف نهر عسل، از اون عسل و شیر قاطی میکنن فرشته ها، این میاره عسل میده، اون میاره شیر میده. خب دیگه چی؟ دیگه همین دیگه. اگر ما بیایم به جای این که صرفا بگوییم خدا هست، بگوییم خدا کیست، بهتر است. اگر به جای این که صرفا اثبات کنیم معاد هست، بگوییم آخرت چیست، زندگی در آخرت چگونه است که خسته کننده نیست، بهتر است. در قرآن کریم منابع این گونه سخن گفتن فراوان است. قرآن خدا نامه است، ولی برای توضیح میده خدا کجا ناراحت میشه، کجا خوشحال میشه، چیا رو دوست داره، به چی نگاه میکنه، با کیا حرف میزنه، با کیا اصلا حرف نمیزنه، اصلا سبک جواب دادنش با کیا چجوریه، با اینا چجوری برخورد میکنه، با اونا چجوری برخورد میکنه، چقدر تکبر داره، چقدر مهربونه. این دو اشکال در شیوه سنتی بیان دین.